در برنامه های قبلی 37 درجه به تاثیر اعتراضات ایران روی جنبه های مختلف سلامت روان پرداختیم. در این برنامه مبحث ضربه روانی یا ترومای جمعی رو باز میکنیم. وقتی یه اتفاق هولناکی برای فردی میفته که تحملش از ظرفیت روانی فرد بالاتره و کل زندگی و سلامت روانش رو تحت تاثیر قرار میده میگن اون فرد دچار تروما شده. حالا وقتی این تروما برای گروهی از مردم جامعه رخ بده میگن اون جامعه دچار تروما جمعی شده. متخصصان معتقدند های جمعی در ایران محدود به اعتراضات اخیر نیست لایه های مختلفی داره که الان روی هم جمع شدن مثلا در ده سال گذشته اسید پاشه روی دختران در اسفهان آتش سوزی ساختمان پلاسکو اعتراضات 96 اعتراضات 98 سقوط هواپیمای اوکراینی همگیری کرونا ریزش ساختمان متروپول آبادان و اعتراضات اخیر نمونه‌هایی از وقایعی بودند که به ترومای جمعی بخش بزرگی از جامعه ایران دامن زدند. دکتر مایکل دافی یکی از سرشناسترین روانپزشکان حوزه تروما در دنیا مهمون برنامه 37 درجه هستند. دکتر دافی سی ساله که در زمینه درمان ترومای شدید در کشورهای مختلف کار کردند. کارش رو با مشاوره و درمان معترضان و بازماندگان درگیری های خونین ایرلند شمالی در دهه 80 میلادی شروع کرد. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر از او خواستن که به عنوان مشاور ارشد برای درمان ترومای جمعی آمریکاییان مشغول به کار بشه و در سالهای اخیر کارش رو با درمان تروماهای شدید ناشی از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین ادامه داده دکتر دافی خیلی ممنون از اینکه وقت دادید به ما میدونم که تحولات ایران رو دنبال میکنید فکر میکنید ایران داره ترومای جمعی رو تجربه میکنه yes. well, mass trauma is... بله خب ترومای جمعی وقتی اتفاق میفته که مردم برای یه دوره طولانی یک واقعه یا ضربه های روانی متعدد و تجربه کنند. مثلا میتونیم همه گیری کووید 19 رو یه ترومای جمعی جهانی توصیف کنیم در ایران خیلی ها در معرض اعدام و دستگیری بوده و هستند مردم زیر نظرند زنان تحت کنترل مکانیسم های ظالمانه و آزار پس بله اون چه در ایران داره میگذره با تعریف ترومای جمعی مطابقت داره دکتر دافی تروما افراد مختلف در جامعه متفاوته یکی ممکنه زندان رفته باشه یکی ممکنه یکی از اطرافیانش بازداشت شده باشن دیگری ممکنه فقط با خوندن اخبار روانش به هم ریخته باشه یا یکی ممکنه اصلا تمایلی به تغییر نداشته باشه با این همه نیازهای متفاوت در یه جامعه ای که دوچار تروما جمعی شده چه باید کرد تروما جمعی ایران پیچیده است اینکه همچنان ادامه داره وضعیت رو پیچیده ترم میکنه. مردم دارن سعی میکنن خودشونو با شرایط خیلی بی ثبات وفق بدن این بی ثباتی خودش یه بود دیگه به تجربه تروما اضافه میکنه ما انسان ها چندین نیاز اساسی داریم در سطح خیلی ابتدایی نیاز به غذا و سرپناه خیلی از مردم ایران الان در همین سطح هم احساس تهدید و خطر میکنند چون فکر میکنن اگه به حکومت اعتراض کنن ممکنه شغل و خونه رو از دست بدن سطح بعدی نیازهای ابتدایی حس امنیته در ایران دقیقا عکس این حس یعنی حس خطر الان خیلی زیاده اینکه به کی میتونم اعتماد کنم به آدمای توی خیابون میتونم اعتماد کنم یا ممکنه لباس شخصی باشن با کی راحت میتونم حرف بزنم مثلا میدونم بعضی از جوانایی که در این اعتراضات شرکت کردن تمایل ندارن تو خونه با پدر و مادرشون در این مورد صحبت کنن چون شاید والدین از پیامدهای درگیر بودن بچهشون در اعتراضات میترسن و سطح بالاتر نیازهای روانی ما برقراری رابطه و دوستیه اینکه بتونیم در فعالیتهای مفید و هدفدار مثل رویدادهای فرهنگی شرکت کنیم که این نیاز هم در ایران در خطره در شرایط عادی شهروندان از دولت میخوان که برای تأمین این نیازها بهشون کمک کنه اما این الان در کشوری که ظاهرا بین حاکمان و مردم برخورد جدی هست غیر ممکنه نکته خیلی مهم اینه که در شرایط ترومای جمعی باید حواستون باشه که علائم اختلال استراب بعد از سانه یا پی تی اس دی رو دارید یا نه ممکنه فلشبک های ناگهانی یا یاداوری های آزاردهنده از چیزای وحشتناکی که دیدید داشته باشین تک تک افراد ممکنه مبتلا به پی تی اس دی یا اختلال استراب بعد از سانه شده باشند؟ بیشتر مردم خودشون رو با اون چه که اطرافشون داره میگذره وفق میدن و با مرور زمان دچار مشکلات روانی نمیشن اما اقلیت قابل توجهی در خطر ابتلا به مشکلات روانی ماندگار هستند تحقیقات نشون داده تاثیرات تروما روی روان ما بستگی به اتفاق وحشتناکی که رخ داده نداره در واقع کاری که ما بعد از اون حادثه انجام میدیمه که میتونه مهم مفید و موثر باشه کسانی که خاطره ها و فلشبک ها و یاداوری های آزاردهنده رو تجربه میکنن باید بدونن که یه محرک هایی این حس ها رو بهشون یادآوری میکنه این محرک میتونه یه صدا بوی خاص یا تصویری باشه شبیه به اون چه در لحظه تروما یا ضربه روانی اولیه تجربه کرده اگه این محرک ها رو نشناسید خیلی سریع دوباره درگیر اون خاطره و تصویر وحشتناک میشید مثلا بدونید که فلان بو شما رو یاد اون شب آتیش سوزی میندازه دفعه بعد که این بو به مشامتون رسید تشخیص بدید که این بو فقط یه محرکه و به خودتون بگید قرار نیست دوباره اون اتفاق بیفته استراب و وحشت هم مال این نیست که الان خطری تهدیدم میکنه واکنشم به اون خاطر است و اینطوری ارتباط محرک و اون خاطره رو قطع کنین سعی کنین این تکنیک مهم رو یاد بگیرین تا با یادآوری خاطرات اون تروما عذاب نکشین یه بیمار دارم که در انفجار گرفتار شده بود نزدیک به یه ماشین ایستاده بود که بمب منفجر میشه کلی آدم میمیرن و مجروح میشن اونم ساعت ها زیر آوار بود و به شدت مجروح شده بود زنده موند ولی دچار اختلال استراب پس از سانحه یا PTSD شد برای همین هر وقت در خیابون ماشینی که فقط رنگ شبیه اون ماشینی که منفجر شده بود میدید همه چیزای وحشتناکی که اون روز زیر آوار دیده بود براش زنده میشد وقتی متوجه شد این یه محرکه کاری که کردیم این بود که میرفتیم بیرون و زمانی که ماشینی شبیه به اون میدیدیم به جای این که از این محرک فرار کنه یا سعی کنه نگاش نکنه عمدن خوب نگاش میکرد و با خودش میگفت این همون ماشین نیست هیچ بمبی تو این ماشین نیست احساس وحشت هم فقط مال اینه که شبیه به ماشین روز حادث است راه های مقابله با ترومای جمعی چیه؟ کارایی هست که مردم بتونن شخصا برای محافظت خودشون انجام بدن نکته مهم اینه که مردم روی چیزی که اطرافشون میگذره تمرکز کنن و درباره اونچه که شاید اتفاق میافتاد نشخار فکری نکنند نشخار فکری وقتیه که افراد روی جنبه های منفی اون چه که اطرافشون میگذره انگوش میذارن و رهاش نمی کنن. اگه فلان اتفاق بیفته چی؟ چرا اینجوری شد؟ چون با این جور سوالات به راه حلی نمیرسین و فقط باعث استراب زیاد میشه میتونین به اتفاقی که افتاده فکر کنین ولی مثلا تو اعتراضات بودین و کسی رو گرفتن بردن اگه بعدش بشینین هی از خودتون بپرسین چرا کاری نکردم چه کار دیگه میتونستم بکنم چرا منو جاش نبردن این فکرها به کسی که دستگیر شده کمکی نمیکنه اما برای شما حتما مشکلات روانی ایجاد خواهد کرد اگه درگیر سوالای اگه اینجوری اگه اونجوری هستین از خودتون بپرسین اگه دوست صمیمیم درباره کارایی که فلان روز کرده یا نکرده هی فکر میکرد من بهش چی میگفتم اگه احساس گناه میکنین معمولا نشونه ای اینه که دارین بیش از حد فکر میکنین و دارین نشخار فکری میکنین احساس گناه نشونه ای اینه که شاید لازم نحوه تفکرتون درباره شرایط عوض کنید. چیزی که میتونین تغییر بدین و تغییر بدین و با چیزی که نمیتونین خودتون رو وفق بدین این انعطاف پذیری مهمه ما برای محافظت از خودمون باید سازگاری یاد بگیریم از خودتون هم فردی هم گروهی مراقبت کنید مراقب سلامت جسمتون باشین چیزای ابتدایی ورزش، تغذیه مناسب، خواب کافی، سلامت جسم به حفظ سلامت روانم کمک میکنه مثلا اگر تصویر دردناک حادثه مدام به ذهن بیاد و من هی سرکوبش کنم اون تصویر دوباره باز بر میگرده حتی بیشتر و قویتر پس سعی نکنین جلوی خاطراتو بگیرین بذارین بیان و برن روشون تمرکز نکنین بذارین بیان و برن و به خودتون بگین که این فقط یه خاطر است قرار نیست دوباره اتفاق بیفته چیزی که درباره محرک ها گفتم و انجام بدین اون محرک رو تشخیص بدین آگاهانه بهش نگاه کنین یا بوش کنین و به خودتون بگین که این فقط خاطره یه تروما رو یادم میاره نکته بعدی اینه که مردم باید واقعا سعی کنن زیاد در معرض پوشش رسانه‌ای اتفاقات وحشتناک قرار نگیرند. چون این کار باعث میشه بیشتر درباره اینکه چقدر همه چی وحشتناک فکر کنی سعی کنین روی اون چه در زندگیتون مثبت تمرکز کنید احساس معنادار بودن و هدفدار بودن زندگی رو حفظ کنین. اگه میتونین باعث تغییر بشین سعی کنین انجامش بدین من حدس میزنم درگیر شدن در فعالیت جمعی تظاهرات و اعتراضات میتونه برای مردم مثبت باشه چون حداقل از اینکه برای ایجاد تغییر تلاش میکنن احساس خوبی میکنن نگرانی بزرگم برای کسایی که منزوی شدن انزوا و قطع روابط اجتماعی عامل کلیدی بروز مشکلات روانی در آینده است حس همبستگی جمعی برای محافظت از سلامت روانی عامل مهمیه. اگه داریم برای ایجاد تغییر تلاش میکنین به عنوان جزئی از یک گروه بزرگتر انجامش بدین مهمه که امید و از دست ندین یادتون باشه حکومت مستبد زیادی در سراسر جهان بودن رژیم های بیره و سرکوبگر که به نقطه پایان رسیدن حتی اگر در جامعه ای زندگی میکنین که هر لحظه احساس خطر میکنین مهمه که سعی کنین امیدو حفظ کنین مثل اوکراین در مناطق مرزی اوکراین مردم هر ساعت روز احساس خطر می کنن ولی این امید که تغییر میکنه رو از دست ندادن پژوهش‌های های زیادی درباره کشورهایی که مدت طولانی در معرض حملات راکتی بودن انجام شده نتیجه این بوده که حفظ حس همبستگی اجتماعی و قدرت جمعی در مقابل فشار روانی از شما محافظت میکنه این شرایط رو چطور باید کنترل کرد که روانمون کمترین آسیب رو ببینه خیلی از مخاطبا گفتن که مثلا انقدر سطح آسانه تحمل خودشون و اطرافیانشون اومده پایین که کوچکترین اختلاف نظری سریع تبدیل میشه به پرخاشگری ناگزیر مردم در گروه های کاملا متفاوتی هستند. اگه چیزی از بحران ایرلند شمالی یاد گرفته باشیم اینه که باید به هم کمک کنیم تا بفهمیم چطور جامعه رو برای همه بهتر کنیم پس مهمه که با هم گفتگو کنیم چون در شرایط کشمکش جوامع میتونن خیلی سریع گروه های متمایز تشکیل بدن و دچار شکاف و چند دستگی بشن این ممکنه منجر به خشونت خیلی شدید بین گروه ها بشه حواسمون باشه که بیش از حد تعمیم ندیم و همه افراد گروه دیگه رو به خاطر کارهای وحشتناک مقصر ندونیم اگه شخصی از گروه دیگه به گروه شما حمله کرده بدونین که کار اون یه نفر بوده و کل گروه مقصر نیست این کار تلاشیه برای حفظ حس امیدواری تا مردم بتونن فراتر از اختلافات فعلی گرده هم بیان و سعی کنن جامعه یه سالمتری بسازن که همه در آینده بتونن جزی از اون باشن همینطور خیلی مهمه که روابط اجتماعیتونو با کسایی که حمایتتون میکنن حفظ کنین منظوی نشین تو خونه نمونین و سعی نکنین خاطراتو سرکوب کنین بعضی برای اینکه جلوی خاطرات تروما رو بگیرن از الکل استفاده میکنن مصرف الکل و مواد مخدر شیوه درست مقابله با تروما نیستند سعی کنین در فعالیت های هدفمند شرکت کنین اگه حس کنیم به اندازه که بقیه گروه هایی که برای تغییر جامعه تراش میکنن نمیتونین کاملا فعال و درگیر باشین خودتون رو اذیت نکنین آزار ندین حدس میزنم آدمای زیادی هستن شاید پدر مادر و افراد مسنتر که تمایلی به بحث درباره تغییر در ایران ندارن مهمه که احساس گناه بهشون تحمیل نشه چون اونا ممکنه به محافظت از بچه هاشون هم فکر میکنن و میترسن اگه درگیر صحبت های سیاسی بشن اونا هم دستگیر و زندانی بشن باید درک کنیم که مردم در سطوح مختلف به جامعه کمک میکنن آدما با امکانات محدودی که دارن نهایت سعیشون رو میکنن شاید الان فکر کردن بهش سخت باشه ولی ما تحقیقات زیادی داریم که نشون میده مردم واقعا از این شرایط عبور میکنن و میتونن قوی تر بشن بعضی ها بعدش رشد می کنند. مفهومی که اسمش رشد پس از واقعی آسیبزا یا تروماست و به واسطه اون تاباوری عزت نفس و ارزش های زندگی تقویت میشه. خیلی ممنون دکتر دافی از وقتی که به ما دادی.